سرخط خبرها، تفنگداران ناشناس بر یک افسر حکومت پیشین افغان در پاکستان حمله کردند. یک مرد در فرا خودکشی کرد. پادشاه جدید افغانستان از درون ارگ بر اریکه قدرت تکیه زد. مشروع خبرها، منابع آگاه میگویند که افراد مسلح ناشناس یک افسر حکومت پیشین افغانستان را در پاکستان با ضرب گلوله زخمی کردند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد روز یکشنبه 5 سنبله در چمن پاکستان رخ داده است. با گفته منابع، این نظامی پیشین در حال حاضر در یکی از شفاخانه های پاکستان تحت درمان قرار دارد. این نظامی پیشین عبدالنافی پشتون نام دارد و یکی از افسران فرماندهی پلیس حکومت پیشین در قندهار بود. عبدالنافع از نزدیکان جنرال عبدالرازق قچقزی فرمانده پیشین پلیس ولایت قندهار است. پیش از این نیز چندین نظامی حکومت پیشین که به دلیل تسلط دوباره طالبان به پاکستان فرار کرده بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس در بخش‌های مختلف آن کشور ترور شدند. در اواخر سال گذشته میلادی نیز عبدالصمد قچقزی یکی از فرماندهان پیشین پلیس افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کویته پاکستان کشته شد. یک مرد در فرا خودکشی کرد. مقام های محلی طالبان در فرا از خودکشی یک مرد در این ولایت خبر دادند. محمد یاسی عبودجانه ولسوال طالبان برای ولسوالی پرچمن ولایت فرا روز یکشنبه 5 سنبله از خودکشی یک مرد میانسال به نام عاطف در این ولسوالی خبر داده است. با گفته او، این مرد به دلیل مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زده است. این در حالی است که چند پیش یک مرد در ولایت غور به دلیل فقر خودکشی کرده بود. با تسلط طالبان در کشور، دامنه فقر به گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است و شمار از شهروندان کشور به دلیل ناداری و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی می‌زنند. رسانه افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد شبکه حقانی در پی تصاحب گروه طالبان است. انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی مدعی است که چیزی به نام شبکه وجود ندارد، بلکه تمام نیروهای وفادار برادرش در افغانستان خود را پیرو یک نظام و یک رهبر می‌دانند. انس حقانی که نزدیکترین و تاثیرگذارترین برادر سراج الدین حقانی است، بدون شک موضوع برادر بزرگ را بازتاب می‌دهد، اما سخنان او بیش از آن که بازتاب دهنده سیاست و وحدت بخش شبکه حقانی با هسته اصلی طالبان قنداری باشد به نظر می رسد. بیانگر این نگرانی است که تفکیک و چند پارچگی در شرایطی که شبه نظامیان اسلامگرا به نام طالبان و تحت عنوان امارت اسلامی افغانستان ارکان قدرت در کابل را به دست گرفتند، به نفع مخوفترین شبکه تروریستی منطقه نیست. طالبان در 20 سال شورش گذشته عجبه های مختلف تحت رهبری افراد و فرماندهان گوناگون تشکیل شده که از خود مختاری زیاد برخوردار بودند، اما سرانجام خود را پیرو رهبری شورای کویته و شخصا رهبر می دانند. جبه های ملا دادلا، ملا منصور، ملا قیوم زاکر، ملا صدر ابراهیم مدرترین جبهات نظامی دران شورشگری بود، اما در همان زمان هم دو جریان شورشگر دیگر علیه دولت به حمایت جامعه جهانی فعالیت می کردند. شبکه حقانی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که هر دو تشکیلات مستقل و مجزا از رهبران طالبان داشتند، اما یک جا با این گروه متحدانه ولی مستقلانه علیه دولت افغانستان می جنگیدند. هرچند حزب اسلامی حکمتیار وزن ظرفیت عملیاتی شبکه حقانی را نداشت و به مرور زمان به گروه تحت کنترل دولت سابق و سپس حکومت طالبان درآمد، اما مشخصات خود را به عنوان یک حزب سیاسی جدا از طالبان حفظ کرده است. برعکس، محاسبات شبکه حقانی حساب شده تر از حزب اسلامی بود و خود را تا آخر زیر پوست طالبان نگه داشت. در واقع شبکه حقانی از بنیان که در سال 2001 به رهبری جلال الدین حقانی پدر رهبری کنونی این شبکه پایه‌گذاری شد، به دلایل امکانات مالی مستقل و وابستگی شدید به سازمان استخبارات پاکستان و خشونت و درندگی در بدترین حملات در شهرهای افغانستان شهره شد، اما حیاتش با طالبان همسو بود. هسته اصلی شبکه حقانی را جلال الدین و پسران و برادرش تشکیل دادند. آنها جدا از شورای کویته که رهبر طالبان سنتی را تشکیل می‌داد فعالیت می‌کردند. مولوی حقانی هرچند در اداره اول طالبان وزیر اقوام و قبایل بود، اما نه خودش و نه گروه طالبان او را به گونه جدی عضو طالبان می‌دانستند. بعد از جلال الدین حقانی فرزندان و برادران او سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی و انس حقانی که اکنون چهره نرم تبلیغاتی شبکه را دارد و پیشتر در زندان دولت سابق افغانستان بود، زبیولای حقانی و احمد حقانی رای او را ادامه دادند و در این مسیر تلفات هم دیدند.
منابع امنیتی میگویند که این افراد را سازمان اطلاعات ارتش پاکستان آموزش داده است، اما از گذشته به دلیل فعالیت علیه ارتش شوروی در زمان اشغال افغانستان در ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان همانند خوست، پکتیا و پکتیکا از مأموریت برخوردار بودند و نفوذ سنتی پدر تاکنون همچنان در این مناطق باقی است که به شبکه حقانی امکان داده است برای سربازگیری بیشتر بر این مناطق تمرکز کند و گاهی موفقیت بیشتر از طالبان واقعی هم به دست آورد. در سپتامبر 2018 که جلال الدین حقانی درگذشت، دو اتفاق جالب افتاد. اول بیانیه طالبان بود که او را همچنان عضو طالبان اصلی نمی‌دانست. در این بیانیه آمده بود مولوی جلال الدین حقانی شخصیت بزرگ جهادی عصر، عالم دین و راهنمای بابتکار بود که در ساختار طالبان موقعیت مشابه خالد بن ولید در صدر اسلام داشت. مورخان مسلمان خالد بن ولید را از فرماندهان برجسته صدر اسلام می دانند که در کمتر نبرد شکست خورده است، اما او دیرتر مسلمان شده بود و هیچگاه به خلافت که جایگاه سیاسی داشت نرسید. اتفاق دیگر اما گردهمایی برادران و پسران جلال الدین حقانی برای تعیین خلیفه خود بود. آنها روی سراج الدین حقانی به عنوان جایگزین پدر توافق کردند و سراج که بیشتر نقش عملیاتی داشت دیگر خلیفه خوانده می شد و با اعتبار رهبری به حملات به شهرهای افغانستان بیشتر تاخت و چهره خطرناک از خود در افغانستان جامعه جهانی ارائه کرد. به همین دلیل هم بود که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا نام او را در فهرست تحریم‌های افراد تروریست قرار داد. شبکه حقانی بزرگترین عملیات را در افغانستان علیه دولت به حمایت جامعه جهانی ناتو و آمریکا انجام داد. به گفته دولت افغانستان خونین ترین حمله این گروه انفجار تانکر مملو از مواد انفجاری در منطقه چارایی زنبق در مرکز کابل بود که حدود 150 نفر کشته و دست کم 400 زخمی داشت. حمله به هتل انترکانتیننتال کابل در سال 1390، حمله به سفارت آمریکا در کابل نیز در همان سال از حملات تروریستی بود که شبکه حقانی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیشتر این حملات بدون تاییدی یا فرمان ملا عمر، ملا اختر محمد منصور یا ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان انجام می شد. شبکه سراج الدین در یک کار دیگر هم مهارت داشت، آدمربایی افراد مهم و خارجی‌ها. آنها با بودن دو استاد دانشگاه آمریکایی توانستند زمینه آزادی انس حقانی را فراهم کنند و علاوه بر آن منبع مهم درآمد برای خود بسازند. بو برگدار سرباز آمریکایی که در سال 1393 با 5 عضو کابینه کنین طالبان تبادله شد نیز از گروگان‌های شبکه حقانی بود. مأموریت دیگر شبکه درور مقام‌های مهم دولت سابق افغانستان بود. شبکه حقانی علاوه بر آن در معامله برای سود اقتصادی نیز دست بالایی دارد و بیشتر تعاملات اقتصادی در پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در کارنامه این شبکه است. با تمام این اوصاف سراج الدین حقانی حرکت‌های سیاسی حساب شده برای این روزهای افغانستان هم انجام داد. او می‌دانست که شبکه حقانی بدنامترین گروه تروریستی است که بیشترین خون غیر نظامیان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان را به گردن دارد و مردم افغانستان حتی در دورترین روزهایی که با طالبان به خاطر فعالیت‌هایشان علیه بانهایی که زیر نام جهاد، غارت و آدمربایی می‌کردند همدلی داشتند، حاضر نیستند که زیر کنترل شبکه مانند حقانی درآیند که از یک سو بازوی عملیاتی ISI دانسته می شود و از سوی دیگر عامل اکثر حملات تروریستی در شهر کابل است. مهمترین حرکت او در سال 1395 بود که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور برای نخستین بار رسما عضو تشکیلات طالبان شد و به عنوان معاون رهبر طالبان که او نیز تازه تعیین شده بود درآمد. در واقع ملا هیبت الله خونزاده نقش معنوی را بازی میکرد و سراج الدین حقانی که دیگر در میان هوادارانش عنوان خلیفه را داشت بیشترین بخش نظامی را رهبری میکرد. او تا سقوط کابل که آن را بخشی از فتوحات خود میداند یک قدم از رهبر طالبان فاصله داشت. با روی کار آمدن اداره طالبان و با میانجیگری رئیس سازمان استخبارات ارتش پاکستان سراج الدین حقانی به وزارت داخله رسید و در واقع رئیس تمام والیها و فرماندهان پلیس ولایات شد. علاوه بر او دست کم دو عضو دیگر خانواده حقانی نیز عضو کابینه شدند و بیشتر ادارات در کابل در کنترل اعضای شبکه حقانی و نزدیکان و حواریون سراج الدین حقانی و برادرانش قرار گرفت. شبکه حقانی هنوز هم فعال است و در سطوح مختلف نماینده ولی، وزیر، رئیس و مسئول دارد. در واقع حکومت طالبان از افراد و گروه های آنها تشکیل شده است که به عنوان یک شبکه کار میکنند. یک وزیر برحال اداره طالبان رئیس را از گروه دیگر معرفی کرده است که نمیتواند برکنار یا تنبیه کند و افراد شبکه حقانی کماکان با توجه به نفوذ، منابع و قدرت نظامی که دارند مقتدرانه عمل میکند. اکنون از سخنان اعضای حقانی موضع‌گیری های انعطاف‌پذیر این شبکه در تعامل با جامعه جهانی سفرهای سراج الدین حقانی به ولایت‌های مختلف از هرات تا بلخ و از قندهار تا دایکنډی به نظر می‌رسد که شبکه حقانی با تغییر نام و ماهیت در پی تصاحب گروه طالبان هاست. تا
تختاول که زمینه صعود سراج الدین حقانی را به بالاترین مقام معنوی و نظامی طالبان فراهم کند. اما با توجه به تجدید اختلافات قومی درونی طالبان، روشن است که طالبان واقعی حاضر شوند جایگاه ملا عمر را برای فرد کرد تا از حلقه اول طالبان نیز واگذار کنند. سپاس که تا این دم با ما بوده. شب روزتان خوش. خدا نگهدارتان.